رهبر رژیم چین هو جینتائو هشدار داده است که فساد میتواند منجر به نابودی حزب کمونیست شود. دبیر کل حزب که به زودی کنار خواهد رفت، طی سخنرانی در 18مین کنگره حزب درباره اهمیت اصلاحات سیاسی و اینکه باید به طور فعالانه‌ای به انجام برسد نیز صحبت کرد. اما این سخنرانی در مورد اصلاحات ممکن است فقط بحثی پوچ و بی‌محتوا باشد. هو تصریح کرد که قصد حزب کمونیست حفظ حکومت دیکتاتوری و بستن درها بر هر نوعی از حکومت چند حزبی است. تانگ بای چیاو فعال دموکراسی میگوید مادامی که حزب کمونیست تمایلی به رها کردن قدرت نداشته باشد، صورت گرفتن اصلاحات قابل توجهی امکان پذیر نخواهد بود. اگر آنها قصد حمایت از حزب و گروه‌هایی با منافع خاص را داشته باشند، عموم مردم رضایت نخواهند داشت و آنها قادر به انجام هیچ گونه اصلاحاتی نخواهند بود. تحلیلگر مسائل چین پروفسور ژانگ تیان لیانگ میگوید قدم‌هایی که باید برای اصلاحات سیاسی برداشته شود میتوانند راه را برای تحقیق و بررسی از رهبران سابق و فعلی توسط عموم باز کند. با آن چیزی است که آنها نمی‌خواهند. اگر آنها ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی و ممنوعیت بر مطبوعات را بردارند، گروه‌هایی برای شکست حزب برخواهند خواست. حزب هرگز قدرتش را رها نخواهد کرد، زیرا نه تنها ابزاری برای کسب منافعش است، بلکه مهمتر از آن، آنها می‌خواهند از خود محافظت کنند تا برای جنایاتی که مرتکب شدند مورد بررسی یا محاکمه قرار نگیرند. درخواست هو برای اصلاحات زمانی اعلام شد که وی و دیگر رهبران خود را برای واگذاری قدرت به نسل جدید حاکمان آماده می کنند. از رهبر آینده حزب شی جین پینگ درخواست شده که برای گذراندن رژیم از میان چالش های اخیر زیر بار اصلاحات سیاسی و اقتصادی برود. تحلیلگر ارشد مسائل چین هنگ هه به تلویزیون NTD اظهار داشت که برای هر رهبری شخصا دشوار خواهد بود که تغییراتی صورت دهد. و دلیلش این است که جناح‌های رقیب می‌خواهند مطمئن شوند که منافعشان حفظ می‌شود. غیر ممکن است که طرحی برای اصلاحات تنظیم و اجرا شود. آن کاری نیست که بتواند توسط یک شخص یا حتی یک عضو کمیته مرکزی یا یک عضو کمیته دائمی پلیت برو به انجام برسد. به نظرم بزرگترین مشکل این است که رهبران می توانند در مورد اصلاحات صحبت کنند، اما نمی توانند در واقع آن را عملی کنند. این انتقال رهبری که یک بار در هر دهه رخ می‌دهد، زمانی انجام می‌شود که رژیم کمونیست با چرخه‌ای از چالش‌ها مواجه شده است. این چالش‌ها شامل روابط دیپلماتیک و تجاری متشنج و افزایش بحران مشروعیت در داخل می‌شود. کنگره حزب که یک هفته به طول می‌انجامد، روز پنجشنبه با اعلام رهبران جدید و یک برنامه 5 ساله برای رژیم به پایان خواهد رسید.